علی هریسچی، وکیل دادگاه های فدرال از میلند با ما. آقای هریسچی، شاید جمهوری اسلامی یکی از تحریم شده ترین محدوده های غذایی دنیا باشه. این تحریم های جدیدی که الان بریتانیا مثلا وضع کرده علیه پلیس امنیت، پلیس اخلاقی یا گشت ارشاد، واقعا روی زمین چه تأثیری میتونه بذاره روی ایران؟ سلام خدمت شما. بله ببینید، چون اسمشون تحریمه، همه فکر میکنن که خب همون تحریم ها هم بودیم، حالا یه تحریم اضافه هم برای یک نهاد مجزا از کل ایران شده. این خیلی بیشتر از این است، به خاطر اینی که یه کلیه اعضای این در واقع گشت ارشاد و پلیس ایران در واقع اینها همشون شامل حال این تحریم میشن، و تحریم باعث میشه که نه تنها که نتونن داد و ستد بکنن، نه تنها که نتونن سفر با انگلستان بکنن، بلکه تمام دارایی‌هاشون ضبط خواهد شد. دوم اینه که تمام دارایی کسانی که با اینها داد و ستد میکنن بررسی و ضبط خواهد شد. یعنی این یک خیلی بیشتر از اون کلمه تحریمی است که گفته میشه، بخاطر اینکه ما دیدیم در ماهای گذشته اعضای سابق نهادهای امنیتی ایران در کانادا یا در انگلستان، خب میدونیم که فعالیت دارن، اینها نشون داده میشه که یک شبکه بزرگ مالی رو این تحریم ها تحت تاثیر قرار خواهد داد، و چه بسا تمام شرکت های ثانویه که در حال حاضر مشغول دور زدن تحریم های کلی ایران هستند برای داد و ستد و خرید دارچه سلاح یا به هر حال فروش نفت ایران و ایجاد درآمد در ایران میکنن، با این تحریم های جدید در انگلستان دچار لطمه میشن، همینطور در کانادا. و خیلی جالب بود که این در واقع نحوهی که این کار داره انجام میشه برای اینکه از سفر کسانی که سربازی رفتن جلوگیری نشه، اون تعداد در واقع 10,000 اسم رو گذاشتن. اصلا همینی که کانادا از وجود 10,000 اسم و اطلاعات 10,000 کارمند رسمی سپاه پاسداران با خبر هست، تا حدی که آنها رو در تحریم گذاشته، برای خودش بسیار مهم هست. و در مهم که برای کانادا هم همینطور. دوباره این آقای هرشی واقعا میدونی که این 10,000 نفر رو میشناسن؟ یعنی میخوام بپرسم که چقدر این رو کاغذه، چقدرش در عمله؟ یعنی احتمالاً اگر پولی مثلا پولشویی بین ایران و کانادا انجام میشه، احتمالاً به اسم آقای قانی که نمیفرستن، احتمالاً یه اسم ناشناس، یه گذرنامه ناشناس. میخوام بپرسم واقعاً در عمل چقدر این تحریم ها اون در اون خواستی رو که دولت کانادا یا مخالفان جمهوری اسلامی دارن بهش میرسه؟ مثلا نکته این سردار طلایی که اینجا بود به فرض در کانادا بودن، فیلمشون در حین تو جیم نشون داده شده بود، خب اون خونه‌ای که دارن، حساب بانکی که دارن، اینا همش بعدش هم خیلی از آدمایی که هستن الزاما پول به نامشون نیست، ولی حضور دارن تا مدیریت مالی رو انجام بدن. و چه بسایی که به هر حال اینها اشتباهاتی هم انجام میدن، به این ترتیب نیستش که واقعا ترتمیز انجام بشه و اسمی از اینها بیرون نیاد. و عدم سفرشون، عدم اینکه که هیچ کس نمیتونه اینها کار بکنه، خانواده‌هاشون به خاطر تشابه اسمیشون، کلن شبکه‌ای رو که مردم کانادا دیدیم واقعا ناراضی بودن از اینکه کانادا درش رو باز گذاشته برای کسانی که در واقع سپاه پاسداران و مخصوصا بعد از هواپیمای اوکراینی آزادانه میان بر کانادا و داد و ستد مالی های بسیار بالا دارن، اینها کاملا تحت تاثیر قرار گذاشت. مخصوصا که دوباره کلمه رو بگم، اسوسییشن در واقع رابطه با این آدم‌ها هم دچار تحریم شده، و برای همین خیلی از مؤسساتی که در حال پولشویی برای ایران هستند با ریسک بسیار بالایی در واقع مواجه خواهند شد، و رفتار ایران کاملا محدود خواهد شد. رفتار از نظر مالی ایران دچار تحریم جدی تری شده با این تحریم‌های جدید. ممنونم از شما علی هریسچی، وکیل دادگاه فدرال از مریلند با ما.